برنامه که روز قرار است روی صحبت شده حقوق در خارج در افغانستان سال 1400 است که در ماده 72-73 برنامه است که ما سلسله مختلف میان مخالفان شهروندان در یاد آرمان شهر با همکاری بعد از سازمانهای دیگر برگزار کردیم که 6 سال از سال 5 سال که از سال 2006 تا پیان میشه عرصه کارهای ما در قابل فعالیت‌های ادبی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی بیشتر بوده است اما محور اساسی کارمان جامعه مدنی، حقوق شهروندی و حقوق شهروندی و حقوق بشر است. در پهلوی 6 کارگاه آموزشی ما در طی 6 سال کارمان در زمینه ادبیات، مدیریت، جامعه شناسی، سیاسی، جامعه شناسی زنان و بازخوانی تاریخ معاصر افغانستان برگزار کردیم. 73 گفتگو داشتیم که در کابل و در تهران اینا برگزار شد و بیشتر برنامه های ما را متمرکز بر همین موضوع تاریخ و حافظه جمعی و قربانیان و حقوق بشر بود. ما آغاز کارمون با گروه با عدالت انتقالی آغاز کردیم که برنامه های داشتیم با کارگاه های آموزشی در ولایت کابل، بدخشان، میدان وردک، پروان و مزار شریف و در پهلوی آن ما کنفرانسی داشتیم زیر عنوان در جستجوی حقیقت و عدالت در افغانستان و یک کنفرانس دیگر زیر عنوان زنان و عدالت که در کابل بودند. و همچنین ما در گروه هماهنگی عدالت انتقالی هم همکاری کردیم و با اونها هم برنامه های مشترک، سمینارها، کنفرانس ها و کنفرانس های مطبوعاتی برگزار کردیم و چندین گفتگو برنامه های گفتگو ما هم در همین زمینه بودن که یکی از برنامه های ما راهنمای قربانیان به دادگاه بین المللی جزایی بود و در پهلوی آن هفته قبلی هم سمینار داشتیم زیر دو هفته قبل سمینار بود زیر عنوان صلاحیت کیفری جهانی که این دومین سمینار در افغانستان بود که ما در زمینه صلاحیت کیفری جهانی طی از زمستان تا اکنون داشتیم و ما هشت با عنوان کتاب سیاستنامه که چاپ کردیم هم محور کارشان حقوق بشر، عدالت انتقالی زنان و صلاحیت کیفری جهانی بوده است و کتابی هم که امروز پیش روی دوستا هست دو تا کتاب یکی بنامی علیه فراموشی تجربه کمیسیون های حقیقت و دادخواهی و کتاب در جستجوی حقیقت و عدالت در افغانستان که ما کوشش کردیم در این کتاب ها موضوع از نگاه محتوایی و تئوریک در افغانستان مطرح بکنیم تا اینکه حدی اقل برای کسایی که در این زمینه کار میکنند یک چشمانداز بتان ارائه بکنند و جزوه حافظه جمعی یکی از گفتگوهای من بود زیر عنوان بازخوانی حافظه جمعی ما او هم به چاپ رسیده که در نظر همین موضوعی که قرار است روی صحبت شود کار میکنه. جایزه ادبی سیمرغ یا جایزه صلح سیمرغ یکی از برنامه های دیگه ما بوده که تقریبا 1000 اثر از کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ایران شاهدای فارسی زبان مجموعه قصه ها، خاطرات و اشعار خود را که برای تقویت حافظه جمعی هست برای بنشر رسانیم و برنامه هایشم دو کتابش بنشر رسیده و یک کتاب دیگه هم روی کار است و برنامه خود برنامه توزیع جوایز سیمرغ هم بزودی انشاءالله برگزار خواهد شد. اما موضوعی که امروز روی اون صحبت میشه ما میخوایم به دو نکته قبل از اینکه بحث جناب دوستان آغاز شود ما به دو نکته اشاره بکنم که عبارت از فاجعه و حقیقت خواهد بود تا اینکه بحث استاد مطرح میکنه چالش های مثل حقیقت و مستندسازی در افغانستان حداقل یک چشماندازی باشه. یادآوری گذشته و سیاه در هر جامعه با چالش های مواجه می شود. ایده بر این باور هستند که باید جنایت هایی که در تاریخ یک سرزمین می شود یا بازخوانی شود آنچه که در گذشته یک سرزمین رخ داده یا انجام شده اینا را ما بتانیم یا باید بازخوانی شود و دوباره اینها حق قربانیان ها هست که بدانند که بر آنها چی گذشته و چگونه گذشته ای داشتن و این گذشته تا چی زمان ادامه خواهد پیدا کرد و چگونه می شود گذشته ای را که در آن سیاهی و تاریکی هست او را کنار بگذاریم یا به جای بگذاریم و به جای یک آینده روشن‌تر داشته باشیم و بدون برای رفتن به آینده روشن‌تر بازخوانی و یا نوعی نگاهی عمیق و بنیادین برگذشته یک امر الزامی و ضروری است.
اما وقتی که ما بحثیم حقیقت یابی و دادخواهی را مطرح میکنیم، چند تا پرسش هایی هست که باید اینها پرداخته شود. آیا گذشته را باید با فراموشی سپرد؟ اگر نه چرا؟ اگر بله چگونه؟ کدام جنبه های گذشته را فراموش کنیم و کدام بخش های آن را به خاطر بسپاریم؟ چگونه میتوان این دو را از هم تفکیک کرد؟ آیا براسی یاد آوری گذشته بر کینه ها می افزاید؟ یا برعکس آن؟ کدام جنبه های گذشته بر دوش آیندگان سنگینی می کنند؟ اینها پرسش هایی هستند که متاسفانه نیاز است به این که با اونها پاسخ داده شود تا این که آینده ای که قرار داریم. واقعیت این است که متاسفانه سرزمین ما یک تاریخ پر از شر و فاجعه هست متاسفانه، و تعریفی که از فاجعه میدن میگن حوادث و جریان های غیر مترقبه بسیار شدیدی که موجب بروز واکنش های بیش از حد توانایی فرد و جامعه میکرد و به طور موقت جریان های عادی زندگی را در یک جامعه قطع میکنند. ما امشب یک نویسنده کتاب خواندم گفت افغانستان از جمله کشورهایی است که 200 سال در این سرزمین فاجعه جنگ و خشونت و فاجعه از نگاه تاریخی، از نگاه تبار تاریخی مطرح است بوده است، و ما شاهد حکومت ها و رژیم های خودکامه و دورای شاهی 250 ساله بودیم که در این دوره ویژگی هایش غصب انبار، کوچ های اجباری، کشتار جمعی، قتل عامها و اینها ویژگی هایش هستند. بعد از این که در سال 1353 هم که جناب داوود خان به سر کودتا حکومت گرفت هم و حکومت جمهوری اعلام کرد، اما این جمهوری داوود خان متاسفانه دردی را دوا نکرد و بر دردها افزود. بعد از این ما کودتای هفت ثور داریم که عده‌ای از دانشمندان متخصصین به این دوره تروریسم دولتی لقب میدن. حالا اینکه چقدر درست هست یا نیست یک بحث دیگری است که باید به این در همین بازخوانی و در همین حقیقت یابی باید مورد توجه قرار بگیرد، اینکه حقیقتی او برملا شود. مسئله دیگه که اینجا مطرح است، مسئله وقتی که من میخواید یک کتاب آلمان شده بکنم، در آلمان شما بعد از جنگ جهانی اول دادگاه های برای دست که و جرایم جنگی تشکیل شد که از جمله دادگاه نورنبرگ و که خاص به همین موضوع توسط متفقین انجام شد، و این دادگاه سه نوع جنایت ها را مورد بررسی قرار میداد. یکی جنایت های جنگ، جنایت علیه صلح بود، جنایت های جنگی بود و جنایت علیه بشریت. اما در جامعه آلمان همیشه عده زیادی از مردم و مردم عادی این سرزمین میگفتن که ما چون در گذشته نبودیم، ما دستمون به جنایت مردم نیست، با ما ربطی ندارن و اینکه کی ها جنایت کردن و کی ها نکردن، بنابراین ما تقصیری در این نداریم. دانشمندی به نام کارل یاسپرس یک مقاله نوشت زیر عنوان گناه آلمانی، و در این مقاله تمام آلمانی ها را در گناه جمعی و در اردوگاه های کار اجباری و در کوره های آدم سوزی مقصر دانست. و این فیلسوف و تاریخ نگار گناهی که آلمان ها میره به چهار بخش تقسیم کرد. آمد اول گناهکارای جزایی را مطرح کرد، شامل کسانی میشدن که عملا در جنایات رژیم نازی دست داشتن، و گروه دوم گناهکارای سیاسی و رهبران بودن که از طریق دیپلماسی و یا اعمال این چنینی دیگر بر جنایت ها اینا هم به گناه در جنایت ها مشترک مرتکب بودن. بحثی دیگری آقای اسپرس گناهکاران اخلاقی بود که اینها میگم هتلر و یا جنایتکارانی که در طی آن جنگ جهانی دوم میلیون ها انسان به قتل رسیدن، هم از زن و مرد و طفل و بزرگ سین و کوچک، اینها میگه حاصل همین رأی آلمانی هایی بودن که اینها به قدرت رسیدن و اینها حاصل باعث شد که آلمان و هتلر و نازی ها با قدرت برسن و جنایت های وحشیانه را مرتکب شدن. مسئله دیگر که آقای یاسپرس مطرح میکنه گناهکار های متافیزیکی یا ماورد طبیعی است که اینها میده هر انسان در همبستگی با دیگران معنا پیدا میکنه، و هنگامی که شخص کشته میشود در درونی هر انسان صدای میاره که چرا اون کشته شد و من چرا زنده هستم، در حالی که اون کشته شد و من زنده هستم. من گناهکارم به این دلیل که
شاید کاری می توانستم بکنم که این کسایی که مردن نمی مردن. و این چارچوب بندی بود که آقای یاسپرس مطرح کرد، اما و آلمانی ها زمانی که مقصر دانست ایده در خود آلمان بپا خواستن، گفتن این به این دلیل به این معنا نیست که ما جنایتکارایی که عملا در جنایت جنگی و در کشتار مردم و در اردوگاه های کار اجباری و در آتش سوزی دست داشتن این را ندیده بگیره. در آفریقا هم بین سیاه پوست ها و سفید پوست ها همین بحث مطرح شد. بعد از کمیسیون حقیقت اینها آمدن مطرح میکردن، میگفتن که بله ما سفید پوست ها هممون تو گناهکاره و به گناه جمعی خود باور یعنی قبول کردن و در واقع توبه کردن به گناهشان، اما جامعه خوشفکران این سرزمین آمدن گفتن نه، این به این معنی نیست، چون شما وقتی که در یک جامعه بگیم همه گناهکار هستن پس هیچ کسی گناهکار نیست، باید گناهکار را ما چارچوب بندی بکنیم و اصلی ترین ها را دریابیم و کیهایی هستن که این جنایت ها را مرتکب شدن. حقیقت که اشاره شد یک تعبیر از مارتین هایدگر است، میگه حقیقت امری نپوشیده. با وجود اینکه تعبیر خیلی وسیع است و اما میشه بعضی مسائلی که مطرح میشه در این چارچوب انجام داد و عبارت از همون گذشته ای است که ما توی صحبت میکنیم. اما پرسش های مطرح میکنن اینها، میگن امروز چی در حال رخ دادن است؟ اکنون چی رخ میدهد؟ چی چیزهایی در حال حاضر در حال رخ دادن است که برای زندگی ما صد ایجاد میکنه و ما را نمیگذاره به آینده روشنتری پیش بریم؟ یا با قول سعید که میگه کدام حقیقت ما از کدام حقیقت صحبت میکنیم؟ برای چی کسی و کجا ما از حقیقت صحبت میکنیم؟ و باز هم برای گپی از میشل فوکو هست که میگه وظیفه حقیقت گویی کاری از بی پایان و احترام و این وظیفه با پیچیدگی است، با پیچیدگیش تکلیفی است که هیچ قدرتی نمیتواند آن را صرف نظر کند مگر با تحمیل سکوت و بردگی. و حالا بحثی که امروز ما داریم برمیگرده به تمام جنبه های حقیقت ما نمیتونه مطرح بکنیم و آنچه که امروز مطرح خواهد شد اما بحث است که کسی دانشمند با نام الکس بورانی از آن حقیقت دیوانی یا واقعیت دشوار از او یاد میکنه و اطلاعاتی است که درباره حقوق اخلاقی و مشروع قربانی هایی که توسط که اینها توسط چی کسانی چگونه و در کجا حقوقشان نقض شده یا به قتل رسیدن و از بین زنده نگه داشتن خاطره قربانی های هم در چارچوب بحث های اخلاقی میشه مطرح کرد و هم در چارچوب بحث های حقوقی. آنچه که دانشمندان و پژوهشگران در این درس مطرح میکنن میگن که خاطره قربانی ها را نباید فراموش کرد. تفاوتی هست، تفاوت فاحشی است بین زندانی و قربانی، زندانبان و قربانی و زندانی. هیچگاهی هیچ کسی حق نداره قربانی را فراموش بکنه این یا زندانی را فراموش بکنه. این زندانبان هست که این زندانبان است که فراموش نباید شود. اگر قربانی فراموش میکنه زندانبانش نباید اون واقع اون فجایی و اون جنایت هایی که مرتکب شده با فراموشی بسپاره. و این بحث زیر عنوان حقیقت عاطفی هم مطرح میکنن و در اون از نگاه روانشناسی هم که اگر موضوع را بررسی بکنیم وقتی کسی بالاش تجاوز میشه انبوهی از حالتهای روانی و اشکالات روانی را به خود حمل میکنه و اینها همه چیز مسائلی کوچکی هستن که میشه اینها را در جنبه های وسیع‌تر مطرح کرد. و بعد خلویکون که میگه من حاصل نسلی هستم که وحشیانه ترین جنایت ها را مرتکب شده و این نسل امروز وزارت میکنه بر این قضایا و نسل جدیدی که در حال شکل گرفتن است دیگه نمیخواهد آنچه را که گذشتگان تجربه کردن و تجربه بگیرن تجربه کنه دوباره و این نسل های جدید هستن که میتوانند برای زنده نگه داشتن خاطرات خودشان به خاطر اینکه بتوانند آینده روشنتری داشته باشند حقایقی که هست اینا را برملا بسازند و بعد
بعد از مراحلی که هست با یا با میبخشند یا محاکمه میتونند و یا به زندان میاندازند. اینها راههایی هستند که ما میتونیم حقایقی که هست و گذشته سیاهی که داریم اونها را برای آیندگانمون با این مال درس عبرت مطرح بکنیم. حالا ما دیگر با این روشن با صحبت‌های پراکنده میخواییم که بحث جانبی استاد آغاز بکنیم. آقای زیاد مبلغ رئیس سازمان حقوق و دموکراسی هستم و از پژوهشگرانی که در این عرصه کارهای قابل توجهی انجام دادند.